بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوک کوک اگه تا به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه یک کلیپ از فیصل اومده بیرون که بریم با هم ببینیم دعا میکنه برای ظهور امام زمان اه. چی شد اینا که جمهوری اسلامی رو دشمن خونی خودشون میدونستن با همکاری آمریکا میخواستن در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کنن تو منطقه خودشون با پای خودشون میان مذاکره میکنن آغاز روابط دوستانه رو استارت میزنن حالا ترکی الفیصل کسی که 20 سال بیش از 20 سال رئیس استخبارات بوده یک شاهزاده سعودی سفیر عربستان در آمریکا بوده حرفایی زده که عجیب غریبه این کلیپو رو ببینیم اما قبلش این تصویر رو ببینید این همون ترکیل فیصله. همین چند وقت پیش گفته بود چهل سال طول کشید تا اروپایی ها خطر جمهوری اسلامی رو بفهمن این همون آدم‌ها ها. تو یه جای دیگه که خبرگزاری فارس این رو منتشر کرده ترکیه فیصل میگه آمریکا نمیتونست میانجی صادقی در مذاکرات ایران و عربستان باشه خیلی عجیبه ها واقعا عجیبه میگه به گزارش گروه بین خبرگزاری فارس ترکی الفیصل رئیس پیشین اطلاعات عربستان سعودی سهشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که ایالات متحده و اروپا نمیتونستن میانجی صادقی باشن و توافقی مانند آنچه چین به دستیابی آن بین ایران و عربستان سعودی کمک کرد را باعث شوند ترکی الفیصل گفت چین تونست این کار رو انجام بده چون روابط خوبی با هر دو طرف داره. به نوشته میدل ایست آی خبر توافق ریاض و تهران با میانجیگری چین در پکن واشنگتن رو قافلگیر کرده و مقامات و اعضای تشکیلات دولت آمریکا در تلاش بودند تا نگرانی ها مبنی بر کاهش نفوذ این کشور رو از بین ببرند. دیوی چنکر از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در دوران ترامپ بوده که به این وبگاه خبری چی گفته؟ گفته توافق آشتی روند نزولی در روابط آمریکا و عربستان سعودی رو تایید کرده. بعد توضیح داد که چرخش سودی ها به سمت پکن نشون میده که تا چه حد وضعیت روابط بین دولت بایدن و ریاض افت کرده. ببین از یه جا به بعد دیگه خودشون میفهمن. تو تصویر بعدی که دارید میبینید، میگه ترکیه فیسل شروط عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل رو مشخص اعلام کرده. که بعد میاد پایینتر میگه این شروط تشکیل کشور دارای حاکمیت فلسطین به پایتختی قدس و بازگشت آوارگان است و اینها شروطی است که در طرح صلح عربی درد شده است اما بریم این کلیپ رو با هم ببینیم برگردیم نکته دارم که خدمتتون عرض میکنم نقطه البدایه لثوره عالميه تحت مظله الامام المهدي اللهم عجل بظهوره في وقتنا هذا خب حالا شاید سوال براتون پیش بیاد این چرخش عربستان به سمت ایران یا برخی کشورهای منطقی دارم یا سمت ایران و این آقایی ایران رو اثبات میکنه صرفا به خاطر مسائل سیاسیه یا مثلا قدرت نظامیه یا نه من این رو توی کتاب امام زمان ما توضیح دادم پیشگفتارش رو الان دارید میبینید این کتاب هم موجود نیست الان نید بگید کتاب خودش رو داره تبلیغ میکنه این حرف این کتاب موجود نیست فروش هم نداری خیالتون راحت فقط به مطلب دقت کنید الان خیلی لحلح میزنن این کتاب رو داشته باشن اما فعلا تجدید چاپ نکردیم شاید بعدها تجدید چاپ بشه اما الان موجود نیست که بگی داره تبلیغ میکنه تو پیش گفتارش چی گفتم؟ گفتم آزمونهای تاریخی نشون میده که هموار تحولها و انقلابهای های وسیع اکسولمل مستقیم فشارهای قبلی بوده وضع کنونی جهان هم آبستن انقلابه فشار جنگ ها، بیدادگری ها، تبعیز ها، ها همه اینها تو با ناکامی و سرخوردگی انسان ها از قوانین فعلی سرانجام واکنش شدید خودش رو برای از بین بردن یا کاستن این فشارها آشکار میکنه یا شما به یک جامعه ای به یک مردمی فشار میاری اینا تا یه حدودی کنار میان باهات جنگ و بیدادگری و تبعیض و بیعدالتی و با همه اینها بهش فشار میاری اینها سرخورده میشن تا یه جایی هم دووم میارن اما یه جا بعد میزنه بیرون یه واکنش شدید از خودش نشون میده برای چی برای از بین بردن اون بیعدالتی یا حداقل برای کم کردنش شخصی چون افلاتون در اندیشه مدینه فاضله بود و اون رو گم شده بشر میدونست از زمان او تا الان مردم در سراسر جهان اون رو میطلبن و بهش نمیرسن اون مدینه فاضله که در روایات ما بهش اشاره شده و در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف انشالله بر دنیا حاکم خواهد بود چیزی که همه مردم از بد و خلقت تا بالا خواستن اما محقق نشده چرا چون مارکس انگلس و لنین به مردم خصوصا طبقه کارگر وعده رهایی دادند اما محقق نشد. راسل هم برتراند راسل دنیایی که من میبینم رو وعده داده بود که هیچ کدومشون عملی نشد. با این حال در تمام ادیان آسمانی وعده عدل و داد جهانی به پیروان مذاهب داده شده اما تا این لحظه خبری نبوده. به نظر با توجه به اتفاقاتی که افتاده وعده و وعیدهای های قرب و ما دیگر آیان سرابی بیش نیست که الان اینجا یکی از آینده پژوهان آمریکایی بهش اعتراف میکنه تافلر داره چی میگه؟ الوین تافلر نویسنده و آینده پژوه آمریکایی اعتراف میکنه میگه فهرست مشکلاتی که جامعه ما با اون مواجه تمومی نداره جامعه ما منظورش قربه حالا میخواد آمریکا باشه اروپا باشه کانادا باشه میگه با دیدن فروپاشی نهادهای تمدن صنعتی در حال نزاع به درون قرغاب بیکفایتی و فساد بوی انحطاط اخلاقی آن نیز مشام را می آذارد. به بهانه صنعتی شدن و مدرنیته قرب اخلاقیات رو باخت اینکه شما می الان به ترویج همجنسگرایی رسیدن اینکه بالای 50 درصد زنان در اروپا مورد تجاوز قرار میگیرن اینکه 44 درصد کودکان آمریکایی فرامزاده هستن یعنی فرزند نمیدونه پدرش کیه به خاطر تعدد روابط غیر اخلاقی مادرش با دیگران یا مثلا در فرانسه 66 درصد این انحطاط اخلاقی غرب خودشون دارن داد میزنن این آمارها هم برای آمار سایت WHO هستا که ما قبلا توی برنامه از روی خود سایت نشون دادیم این رو آمارهای جمهوری اسلامی نیست بعد میگه در نتیجه موج ناخشنودی و فشار برای تغییرات فضا را انباشته است این اعتراضاتی که توی کشورهای اروپایی دارید میبینید تو آمریکا بعضا دارید میبینید میگه در پاسخ به این فشارها هزاران طرح ارائه می شود که همگی ادعا دارند اساسی و بنیادی یا حتی انقلابی اند اما بارها و بارها مقررات قوانین طرحها و دستورالعمل های جدید که همگی به منظور حل مشکلات ما تهیه و تدوین شده اند کمانه می کنند و بر وخامت مشکلات ما می افزایند. و این احساس عجز و یأس را دامن میزنند که هیچ فایده ای ندارد و موثر نیست این احساس برای هر نظام دموکراسی خطرناک است و نیاز شدید به وجود مرد سوار بر اسب سفید زرب را هرچه بیشتر دامن میزند داره به امام زمان سلام الله علیه اشاره میکنه اینو الوین تافلر داره میگه ها حرف من سعیده و تندوس نیست من ازش نقل قول کردم تو کتابم توی کتاب به سوی تمدن جدیدش این اعترافات رو کرده حالا شما تعجب میکنید از اینکه ترکیال فیصل برای ظهور امام زمان دعا میکنه این رو افتخار برای امام زمان میدونید نه این افتخار برای اوست اگر بفهمه امام زمان که مثلا با دعای ترکیال فیصل درجهش ارتقا پیدا نمیکنه که افتخار برای اون ترکیل فیصل اگر این کلیپ واقعیت داشته باشه من نمیدونم تو شبکه‌هاش داره پخش میشه اما چه واقعیت داشته باشه چه نداشته باشه حقیقت عالم اینه حقیقت عالم اینه که دنیا رو مهدی موعود نجات میده که حالا من توی این کتاب امام زمان ما توضیح دادم اصلا فلسفه وجودی امام زمان چیه اعتقاد به منجی در ادیان مختلف رو بررسی کردم تا رسیدم به اسلام بعد در شیعه و سنی هم بحث کردم رسیدیم به مباحث آخر و زمان چه اتفاقاتی در آخر و زمان میفته و تا پایان جهان رو حدودا بحث کردم توی این کتاب که آخر عاقبتمون چی میشه و امام زمان چطور دنیا رو مدیریت خواهد کرد امیدوارم که این دست اتفاقات خوب که داره ایران رو تو منطقه به یک ثبات مدیریتی میرسونه روز به روز بیشتر بشه چون همشون دارن میان سراغ ایران ناامید شدن از بدعهدی های غرب ناامید شدن درسته هر کس به فکر منافع خودشه چین روسیه عربستان اون یکی اما نقش تأثیرگذار ایران در معادلات آینده جهان بیبدیده و اون به خاطر اعتقاد ماست ما باید برای امام زمان سربازی کنیم انشالله حضرت تشریف آوردن دنیا رو گلستان کنن خیلی ممنون که تا این تا این برنامه همراه ما بودید بالا که ویدیو کمک تو اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذارید تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم خدا نگهدارتون